خانم دهقان، دو تا سریال اون آپارتمانی پاورچی نقطه چی؟ بله. سریال خیلی مهم میان برای که هم زندگی طبقه متوسطن و هم شرایط این سبک زندگی رو ما بهش علاقمند میشیم، این زندگی اون آپارتمانی رو همزادپنداری میکنیم، حتی با آدم هایی که به شدت دروغگوان، حتی آدم هایی که به شدت رزلن و اینا. بله. چه دلیلی باعث شد که شما یعنی مجبورتون کردن از در واقع از آپارتمان برید روستا و برله بسازید؟ نه نه نه، بازم فکر میکنم که خب چون برله میخوره به آخر دوره اصلاحات و اول دوره احمدی نژاد گشت. ببینین، پیمان قاسم خانی که در حقیقت طراح کار بود، به هر حال یعنی از کارهاش هم مشخصه که دغدغه سیاسی و اجتماعی داشته. بله بله. یعنی که نمیشه که اینو در نظر نگرفته باشه اون زمان که داره چه لایه‌هایی رو در نظر میگیره برای سریالی که داره طرح میکنه. ولی ماجرا در حقیقت این بودش که آپارتمانی به نظر من سبکه، یعنی اگر که ما اسمشو گذاشتیم که بله، اگه اسمشو گذاشتیم آپارتمانی، لزوما توی یک آپارتمان با واحدهای مختلف اتفاق نمی میفته. بیشتر به نظر من این سبک شبیه اینه که شما، میگم همون چیزی که شاید اول برنامه گفتم، مکان ثابت، شخصیت‌های ثابت. ولی این سبک در تلویزیون ایران در اون زمان سبک مدرنی بود. بله. برای که ما از خونه سنتی اومده بودیم بیرون. بله. از خونه حیاط‌دار، از خونه اتاق‌دار، از خونه‌ای که حوض داره، از خونه اومدیم. بله. بودیم بیرون. بله. و داخل آپارتمان و زندگی آپارتمانی. دقیقاً همینطور. و داریم دهه 70 و زندگی آپارتمانی. پس هیچ تحمیلی نبوده که شما از آپارتمان خارج شید برید به برنامه. من تا اونجایی که به عنوان بازیگر کار، حالا سال هم از این ماجرا گذشته، ولی به عنوان بازیگر کار نه. یعنی شاید این سوال بعد از کسی دیگه بشه، من خیلی شاید آدم مناسبی نیستم. اون موقع حس تو نوشتی به تو نگفتم مثلا این نوشته این شکلیه؟ ببینین خیلی ممیزی نوشته. ببینین چرا، خیلی وقتا خب به هر حال من داشتم اون کارو بازی می‌کردم و ما به هر روزم سر صحنه بودیم، برای اینکه روز پخش هم بودیم در حقیقت. یعنی صبح تا شب می‌گرفتیم، صبح تا شب ما بعضی وقتا 45 دقیقه برنامه ضبط می‌کردیم. ما یه موقع های آقای جهرانی اتفاق می‌افتاد که مثلا فوتبالی که ظهر توی تلویزیون داشت پخش می‌شد، شب تو همون قسمت پشت سر بازیگرا توی تلویزیون توی صحنه داشت پخش می‌شد. اگر ظهر برف می‌اومد، توی اون قسمت داشت برف می‌اومد. یعنی اینقدر به روز همه چی اتفاق می‌افتاد و ما هممون همیشه توی لوکیشن بازیگرا حضور داشتیم، برای اینکه فیلمنامه آماده نبود و ممکن بودش که هر لحظه یکی از این، یک جنگ بود، یک شرایط عادی نبود. در همین ما همیشه همه بازیگرا توی صحنه حضور داشتیم، واسه اینکه شاید با